این که ویروس خودش رو اصطلاحاً خفه بکنه یا خودش رو تضعیف بکنه در ویروس شناسی کاملا یه پدیده تعریف شده است و خیلی وقتا خود کنترلی یا خود تخریبی اوتو دیستراکتیو یا دیستراکشن ترم شناخته شده ای است که خیلی از ویروس ها این کار رو در گذشته انجام دادن و حتی در زمینه سارس یا در زمینه ابولا ما با این قضیه مواجه شدیم، چون بشر روی کردی نداشت که بیاد این رو کنترلش بکنه یا دستاورد یا اپروچی در این قالب، ولی عملا اینها تونستن خودشون رو یا تخریب بکنن یا ساسپند و هولد بکنن یا اصلا خفه بکنن. و این به اصطلاح بحثی که الان مطرح شده تو ژاپن به عنوان اسمش رو جهش شاید نگذارم، یکی از فرایندهای طبیعیه که ویروس در زمانی که میزبان کم پیدا میکنه یا احساس میکنه که داره گستره جمعیتی رو که میتونسته براش به اصطلاح خوراک فراهم کنن و سرویس براش فراهم کنن، اونها رو عملا با حذف فیزیکی از بین برده، احتمال داره که یک چنین رفتاری رو از خودش نشون بده. درچه این کاملا معنی داره. پروس، تکمیل صحبتی که داشتیم در مسیر تکاملی ویروس ها و اِوولوشن در از ویروس ها به خصوص آرنه ویروس ها فرند به گونه ایست که در مسیر تکاملیشون زمانی که عرصه برای ویروس ها تنگ میشه و فضای اصطلاحاً اپیژنتیک به گونه ای میشود که فضا براشون تنگ میشه، اونها احتمال داره که تغییراتی در ژنومشون بدن و فرایند زندگیشون رو عوض بکنن و به سمتی میرند که میزبان که حالا اینجا میزبان هوشمند است و انسان خب دید دقیقی داره و عملا تو اپروچ بیولوژیک خودش و رویکرد بیولوژیک خودش میتونه روی این فکر کنه و سلوشن پیدا بکنه، شرایطی فراهم بکنند که ویروس عملا بتواند به دلیل هوشمندی که داره خودش رو خاموش بکنه. اتفاقی که الان در HIV هم نقطه نظرات و نظریات وجود داره که این فرآیند طی میشه و تا حدی داره خودش رو به سمت کاهشی و کاستی میبره. در اصل مقابله بین میزبان و ویروس یک مقابله مداومی است که بستگی داره که ویروس چه وضعیت رو شاهد بشه، میبینه میزبان داره کم میشه یا میزبان اپروچی در زمینه ایجاد محدودیت های بیشتر داره، در نتیجه میاد چیکار میکنه، خودش رو به سمت خاموشی میبره و فعالیتاشو محدود میکنه که این برای ما زمانی خیلی مفید میشه که ما بتونیم این ژن رو شناسایی کنیم و فرایند ژنوم رو، عمل کردش رو و اپروچش رو در قبال اون روی کرد مناسب رو اتخاذ بکنیم که کار خب بسیار ارزشمندی هستش و این موجب میشه که ما بتوانیم به صلاح تا حد زیادی حداقل در قالب توریک مواجهاتمون رو هدفدار بکنیم و به این فنومن بیولوژیک هم کاملا فکر کنیم. البته این به این سادگی نخواهد بود که ما بگیم که بلخص در ارنه ویروس ها که بگیم که آقا مثلا این اتفاق به سادگی است و حالا دوستان در ژاپن یا در کشورهای دیگر بگویم که خب این در مسیر تکامل ویروس الان داره خاموشی یا خفگی رخ میده. نه، خیلی باید هوشمندتر از این دید و ویروس تظاهرات سیرکولار داره، احتمال داره که خوش باید 10 سال، 20 سال، 100 سال خاموش بکنه، کما اینکه در زمینه سارس شاهدش بودیم این اتفاق افتاد. سارس خب خودشو همونطور که توضیح دادم قبلا خاموش کرد و مرس هم همین فرآیند رو کمابیش داشت، ولی رفتن با یک فنومن جدیدی، با یک محصول جدیدی برگشتن که متاسفانه کووید هست و این هم از جمعیت بشری کم کرد، آسیب زد و آسیبای ماندگار باقی گذاشت. باید پذیرفت به قول
دوست عزیزمون، دوست دانشمند عزیزمون همیشه آقای دکتر نوروزی که میگه که هیچ میکروبی به اندازه ویروس نمیتونه هوشمندانه عمل کنه و توانایی های خلاقانه داشته باشه و بتواند بر حسب شرایط خودش رو تطابق بده. باکتری ها و سایر میکروارگانیسم ها به این اندازه توانمند و هوشمندی رو شاید ندارن، ولی ویروس ها این ظرفیت رو دارن. به هر روی خیلی چیز ارزشمندی که وجود داره که روی این ژنوم فکر بشه و با این اپروچ که آیا می شود روند کاهشی داشت و در مسیر تکاملی ویروس و با توجه به اتخاذ رویه که میزبان ها از نوع بشری دارن، کم کم محیط برش تنگ می شود خوش رو خاموش کنه یا برای یک مقطع سایلنت کنه و طبیعتا برای بازگشت هم باید فکر کرد اگر شدنی باشه. بازم تکرار میکنم این بیشتر توی این مرحله میتواند یک جنبه تفکری باشه و تا اینکه بیشتر به اجراش فکر میکنیم کار ساده ای نخواهد بود. در کل تفکرش هم ارزشمنده و قابل شدن هم هست و میشود روش فکر کرد به عنوان یکی از فرضیه هایی که میتونه خیلی ارزشمند باشه، ولی خوشبینانه و نباید زود هنگام راجع به اینها از نظر کامل کرد. طبیعتا فرایند کووید فرایند ساده نیست و ارن ویروس ها ویروس های نشون دادن که آسیب رسونی هستن. خیلی ممنونم.